بازار کوچک کهنه فروشی در غرب کابل. اما فروشنده یک فرد عادی نیست، بل آموزگاران است که تا 4 ماه قبل پیشرفت کودکان افغانستان دغدغه اصلیشان بود. محمد نسیم امیری، آموزگار یکی از مدرسه های دولتی، با 3 تن از همکارانش کهنه فروشی معارف را ایجاد کردند. بعد از سقوط حکومت، پرداخت نشدن معاشات معلمین در سراسر افغانستان، ما و جمعی از همکارانم کار آغاز کردیم، کانال اعلامی را به نام معارف خاطر بتونیم چرخه روزگار را بچرخانیم. طالبان اعلام کرده است که 50% تنخواه باقی مانده کارمندان دولتی که آموزگاران نیز شامل آن می شود را پرداخته است. اما در ولایت های مرکزی افغانستان مشکلات زیادی از بهر دریافت تنخواه این آموزگاران وجود دارد. نبود عدالت در توزیع معاشات یکی از آنهاست. بعضی ولایت ها تا امروز معاشات را دریافت کردم و بعضی ولایت ها تا امروز متاسفانه به دلیل مشکلات سیستمی بانک، اینترنت، برق اینا نتونسته که معاشات خود دریافت کنه. کهنه فروشی معارف با پول قرض و هزینه 60,000 افغانی 1 ماه می شود که از سوی این آموزگاران ایجاد شده است. اما نسیم و همراهانش در انجام این کار نیز با مشکل روبرو شدند. محمد نسیم و شریکانش امروز بسته های جدید لباس های دست دوم را خریداری کردند تا به فروش برسانند. نداشتن تجربه در خرید لباس های دست دوم آنها را متضرر ساختند، چون یکی از بسته های بزرگ این لباس ها فرسوده و غیر قابل استفاده است. در کنار عدم تجربه، نبود خریدار نیز این آموزگاران را نگران کرده. در روز 3 نفر صد افغانی، بعض روز ها ما خرید نداریم، کسی در دکان مراجعه نمی کنه، خرید نمی کنه. بعد فعلوش جایی که از در ما 2,000 افغانی رو ما اینجا کرایه پرداخت میکنیم در ما. بهمن نیز آموزگار است. وی هم سرنوشت گذشته و کنونی محمد نسیم را تجربه می کند. زیرا لباس های کهنه جای دانش آموزانش را گرفته و این بازارچه جای گزینه کلاس درسش شده است. او از طالبان می خواهد که معاش آموزگاران را به موقع پرداخت نماید. در غیر این صورت، نظام آموزشی افغانستان با فاجعه روبرو می شود. فعلا اگر به همین رقم ادامه پیدا کنه، ولی سخت از معلمین شاید ترک وطن کند، مثلا یک فاجعه رخ میدهد. بر بنیاد آمارهای یونیسف، در حال حاضر 4.2 میلیون کودک واجد شرایط مدرسه ها از کلاس های آموزشی محروم هستند و با آمدن طالبان و مسدود شدن مدرسه های دخترانه، حدود 4 میلیون دانش آموز دختر نیز بر این شمار افزوده شد. میلاد دولتپور، کابل، افغانستان.